دیگه دقیقاً باز بیسود تمام جایش زیبا است، هر دریشی تمام جایش سبز است، ولی چی کتاب حال کار نشده، کار شده در هر دره بیسود یک قسم بنده جور میشه. چند روز پیش کمی باران شد در بیسود و به خاطر آب کم بالا آمده و همچنان جریان کار چه خود یمی بند افزایش یافته و ارتفاع بند زیاد شده. از تک تک دوستان میخواییم که همکاری داشته باشین که بخیر می بند به پای اکمال برسه و از همکاری تک تک دوستان و از یک تا به حال همکاری کرده تشکر میکنیم. رسانه بیسود، رسانه مردم، از خود مردم، بلده مردم. خب به نام یاد خدا، سلام و درود و صد سلام خدمت یک و یک شما دوستا و عزیزی که بیننده رسانه بیسود هستید. تشکر میکنیم بازم که بیننده از برنامه هستید، همگی شما رو خوش آمدید میگیم در یکی دیگه از برنامه های زیبای از مو. امروز یک شنبه 31 سرطان سال 1433 که مصادف میشه با 21 جولای 2024، ما باز هم در بند همبستگی طبیعت بیسود هستیم. امسوب زمانی که آمدیم تازه خوشبختانه این یک حال و هوای دیگه بود، واقعا یک بند طبیعت است و در حقیقت طبیعت خود آدم واقعا که امیتو خوش نگاه میکنه. دیگه در این ساحه که آمدیم بند وسطی رو شما در بگراند میگرید، بند وسطی رو هم بالا کرده تقریبا، فقط همین قسمت آخرش این طرف مانده، دیگه تکمیل بالا شده. دیگه واقعا یک فضای بسیار زیبا رو خلق کرده و بعد از چند مدت است که ما از این زاویه بلده شما ویدیو میگیریم و واقعا میگیرید که اینال معلوم میشه که بند است و آب است و کسی که عملا در این ساحه بیه همچنان هم تو میخوب سعی میفهمه که چقدر آب میتونه در اینجا، اگر آب بالا بیه چقدر میتونه ذخیره بکنه. دیگه بر فعلا خوب فصل تابستان است، آب شاید از این به بعد بیشتر خیلی زیاد نشوه، زیاد هم میشه ولی شاید زیاد نشوه بخاطر که خب تابستان خب فصل آبخیزی خلاص شده، ولی در تیر ماه بعد از یک ماه بعد از امروز بعد یک ماه بعد باز دوباره آوای تیر ماه زیاد میشه و آو بالا میاد. دیگه خوشبختانه امروز بازم یک از دوستای گل خود با خود داریم، آقای علی سنا قاسمی، یکی از مدیرای بخش کمره تلویزیونی رادیو و تلویزیونی رای فردا هسته که در کنار از مو هسته. میبینیم که چند مدت میشه، چند دفعه میشه که در اینجا آمده و چی میدید از اینا را در رابطه با این بند میشنیم که چی گفته نخواد داشت. آقای قاسمی سلام، درود، خوبی؟ سلام جناب نثار عزیز، خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ یک سلام برای بینندگان عزیز دارم که ما را از رسانه بهسود بیننده هستند. سلام تقدیم میکنیم، عرض خسته نباشید داریم. دیگه ما بار دوم است که آمدم اینجا، من بند آب طبیعت بهسود را از نزدیک میبینم. دفعه اول که آمده بودم احساس نداشتم که کارش پیش بره و اینا، چون خیلی ناامید بودم و دفعه اول فکر کنم در ماه ثور بود یا جوزا بود، من تازه از ایران آمده بودم و اینا دیدم. این دفعه که آمدم خیلی خوشحال شدم، کار خیلی خوب جریان داره و تشکری خاص داریم از خیرین عزیزی که چی از داخل چی از خارج بند آب را حمایه کرده و تا اینجا رسیده. ما امروز خوشحال هستیم که در بهسود همچون بند آب را داریم و از این باید ما برای زمین های زراعتی و برای مخصوصا برای تفریح، چون در ساحه بهسود واقعا ساحه بهسود که هست به نظر ما همه جایش تفریح جای است، ولی با ایجاد همچون بندها و ساحه تفریحی بهسود بیشتر میشه و باید ما و شما دست به دست هم داده کوشش کنیم تا فضای سبز هم ایجاد کنیم. دیگه خیلی خوشحالم امروز، واقعا خیلی خوشحالم با دیدن این بند. برای ما یک روحی تازه و این کارمندا اینا رو که میبینیم بسیار با خوشحالی و شوق کار منن، به ما انرژی میده که ما هم
همچنان مثل همه همکارا باید کوشش کنیم، باید سهم بگیریم دیگه. هر شخص باید به نوبه خود در حد توان باید سهم داشته باشه در آبادی کشور. شکر آقای قاسمی، واقعا در قسمت یک نکته بسیار اساس اشاره کردی، در قسمت سرسبزی از این بند تعداد زیادی از دوستا در قسمت از اینکه در چهار طرف بند باید نهال غرس شوه و یک فضای سبز ایجاد شوه و خصوصا فضای تفریحی باید جور شوه، مکانهایش جور شوه، در قسمت انشالله ما کم کم پیش میریم، انشالله تدابیرش داریم، چون در این دو سه روز تازه میگیریم که واقعا یک رنگ روح دیگه ای بند گرفته، واقعا یعنی یک فضای خوبی شده و مردم هم اول خود تشکر میکنیم از تمام مردم، خصوصا از دوستایی که مردم قلخش بعد از ایام عزاداری همگیش آمدن از این بند دیدن کردن، واقعا تشکر میکنیم. من ما نبودیم، مردم قلفقیر روزی، تمام اهالی قریاجات قلفقیر روزی نهم محرم کلشان آمده بود این بند از بند دیدن کردن و برای ما زنگ زدن همگیشان، واقعا تشکر میکنیم. مردم قریاجات ولسوالی مرکز بهسود از اکثر جاها آمدن و مردم ساحات مثلا کجاب و تیزگ و جرگه برجوگه و واقعا اینی از تمام جای در اینجا آمدن، مردم های سیاسنگ و حتی مردم های از بامیان از مسیر خواه آمدن در اینجا، واقعا از همگیش تشکر میکنیم که در این قسمت آمدن، آمدن از این بند دیدن کردن. واقعا ما تشکر میکنیم هر کس که آمدن دوباره بر از ما زنگ زدن و تشویق کردن که واقعا یک فضای خوبی را تشکیل داده و یک مکان خوبی شده دیگه، واقعا تشکر میکنیم دیگه. ما در قسمت فضای سبز خود کار کردیم و حوزدن کار قسمی که شما میگیرید عملا جریان داره و کارگرها واقعا دم آخر است بسیار در شوق کار میکنه. حوزدن علمیم صبح ما که آمدیم امروز انجنرها صحبت کردیم، چند روز پیش که ما آمدیم 25 روز میگفت و 4 روز تر شده، امروز میگفت 21 روز دیگه میگفت انشالله کار ازی تمام خواهد شد. ولی تشکر میکنم همچنان از آقای قاسم. ما در ولایت ننگرهار و در ولایت غزنی در ولسوالی جاغوری اینجا دیدن داشتیم و رفتیم از بندهایی که توسط مردم ایجاد شده. این بند نسبت به بندها بسیار زیبایی خاص خود داره و بسیار یک ساحه زیبا و ساحه مقبول و سرسبز ما میبینیم که زمین های سرسبز، زمین های حاصلخیز زراعتی اینجا موجود است، بسیار زیبایی خاص و خیلی جای خوشحالی است. واقعا جای خوشحالی است که ما امروز در بهسود همچون بندی را داریم. شکر. و یک چی ناگفته نمانه نثار عزیز، ما باید همه ما و شما باید دست به دست هم داده تا در آبادی کشور و کارهای خیریه باید دست به دست هم داده تا با آبادی کشور سهم داشته باشیم. شکر واقعا لطف داری. همین اتفاقا دوستای جغری هم چنان آمده بودن، دوستای مالستان هم چنان آمده بودن، همه گشته میشه که سفر داشتن، اتفاقا کلگه زیبایی ازی بند از صحیح ازی کلگه میگه واقعا یک فضای خیلی خوبه داره. مثلا دیگه ساحات که بند جور شده یک دری تنگ بوده، یک فضای خوبی نداشته، ولی اینجا برالاوی که بندیاب میشه، در قسمت زمین های زراعتی استفاده میشه، یک مکان خوبی تفریحی میشه، یک بند برق خوب میشه، از هر نگاه همو ویژگی برجستگی خاص خود داره دیگه. دقیقا باز بیسود تمام جایش زیبایه، هر دریشی تمام جایش سبز است، ولی چیه که تا به حال کار نشده، کار شده در هر دره بیسود یک قسم بندا جور میشه، در صورت که اگر جور شده این می زیبایی خاص خود داره که انشاءالله در آینده ما سکته که دوستا همچنان میخوایم که در قسمت زیبایی بیسود مانه خودتان برید بررسی بکنید، یک نماینده تعیین بکنید، یک قسمی خب بالاخره یک دریچه ایجاد بکنید، در بیسود کار بکنید. هر کس ما حتی میگم در ساحه و منطقه تان کار بکنید دیگه. واقعا تشکر میکنیم از حمایت های نثار عزیز. ما هم کوشش میکنیم که در قسمت نشر و تصویر گرفتن کوشش میکنیم که ما هم همکاری داشته باشیم. تشکر آقای قاسمی. واقعا رادیو تلویزیون راه فردا واقعا خیلی دو بار از اینجا آمدن گزارش داشتن، تشکر می‌کنم، واقعا گزارش های خوبی داشتن و تشکر می‌کنم از تمام خیرینی که تا به این دم آمده همکاری کرد، از همکاری تک تک دوستان ما تشکر می‌کنیم و ما در این روزا دقیق دیروز تیل آورده که ما خودمون کابل بودیم رسید نتونستیم، چون همیشه یک روز در میان می‌میم مگر دیروز پوش سر هم بیم، خب باز از اینا بالا مره، دیروز تیل خلاص شده بود، دم بگو زنگ زد که فقط تیل
تا دم دم بیگار مونده نمونده. سر چوش نفر روان کردم که از اینجا بخش لوجستیک آورده، تیل آورده ده اینجا، اون پول از امو تکمیل مونده و پولی قسمی که ما گفته بودم از گلیدر و لنگر امروی ترگ امان سه دانه که اینا چون متفاوت آمده بودن از اول میتونه متفاوت تا بال پیش رفته مایش پوره میشه و مای از اینا پوره شده دقیق مبلغ از اینا ما قرضدار هستیم که هنوز پرداخت نکردیم. دیگه همکاری تک تک دوستان انشالله میخواییم که فقط یک جرقه دیگه هم یک کم پیش بریم دیگه بند تمام است. فقط توجه دوستان در قسمت آخر ما میخواییم که انشالله همکاری داشته باشن که بخاطر که فقط امی یک 20 روز آخر مانده که ما در امی قرضدار نمانیم و نگرانی از کارگرها انجینر سپچراغ هم امی بود که ما گفت خدای نخواسته اگر قرضدار بمانیم و بودجه ازی اگر کسی پول روی نکنه، یعنی می گفت خدای نخواسته نشوه که امی بند کارش سقوط کنه یا بسیار در او قسمت بسیار نگرانی میکشدک. دیگه ما در این قسمت از تک تک دوستان میخواییم که همکاری داشته باشین که بخیر امی بند به پای اکمال برسه و از همکاری تک تک دوستان و از ایک تا با حال همکاری کرده تشکر میم. به نام خداوند سلام عرضونیم خدمت همه بیننده هایی که ما را از طریق رسانه بهسود بیننده هستند. خود آقای نثار کم مصروف هستند بخاطر که چندان مهمان ما در امروز در بند و قراره که با اونا صحبت کنه. ما و شما انشاءالله با هم از انجینر صاحب گزارش می داشته باشیم و از جریان کار گزارش می داشته باشیم که کار چقدر پیش رفته، چقدر باقی مانده، چه کارا شده، چقدر مصرف شده، چه چیزای نو آماده و چقدر کارش باقی مانده. خب دوستان بیا بریم از خود آو یک دفعه یک دیدن داشته باشیم که چقدر آو بالا مانده، چقدر زیاد شده و چقدر زیبا شده. همونطور که شما در تصویر میبینید او پول وسطی یا سرگی که در وسطی بند بود برداشته شده، کاملا برداشته شده، فقط اون طرف همون پولچک باقی مانده که روی از اون پولچک انشالله یکان چیزی اتاقی برای نگهبانی و تو چیزا ساخته خود شد. و خودی آب همونطور که شما در تصویر میبینید بسیار قشنگ است. امروز باد بسیار کم میوزه و فضای بسیار زیبا و قشنگ را ساخته. ما و شما با هم بینده هستیم و از طبیعت زیبا و از طبیعتی که چشم نواز است لذت میبریم. خب دوستا شما در تصویر میبینید که آب یک مقدار بالا آمده به خاطر که چند روز پیش کمی باران شده بسود و به خاطر آب کم بالا آمده و همچنان جریان کار چه خود یمی بند افزایش یافته و ارتفاع بند زیاد شده و به می خاطر واقعا ولی یک چیز ساخته شده که میتونیم اسم بند برو بگذاریم. خب دوستان شما در تصویر میبینید که او سرگ وسطی از بند برداشته شده و این قسمت ارتفاع بند هم زیاد شده و آب هم سبزی به خاطر عمق آب زیاد است، اما رنگ سبز زیبا را به خود گرفته که بسیار بسیار قشنگ است و بسیار دیدنی و چشم نواز. انشاءالله که شما هم از دیدن بند لذت ببرید و اگر خدا توفیق بده یک بار به دیدن بند بیایید و با چشم طبیعی بند ببینید که چقدر زیبا و چقدر قشنگ است. و در جریان کارم با ما همراه باشید که از جریان کار از انجینر صاحب چراغ گزارش داشته باشیم و همچنان مصارفی که تازه شده، مثلا تیل آمده، اینا رو برای شما بگو که چقدر تیل آمده، چقدر مصرف شده و از پیشرفت کار هم برای شما گزارش می داشته باشیم انشاءالله. خب دوستای عزیز، همونطور که پیشتر گفتیم که ما از جریان کار از انجینر صاحب گزارش میگیریم. انجینر صاحب چراغ مسئول عمومی بند در ساحه، از ایشان میپرسیم که پیشرفت کار چطور است، چقدر کار شده، چقدر کار باقی مانده، چقدر زمان کار باقی مانده و مصارف جدید چی هست. سلام علیکم انجینر صاحب. سلام علیکم، خوب هستین؟ ان شاء الله بخیر، سلامت بخیر هستین. در قدم اول
سلام و درود میفرستم خدمت یکایک بیننده های کسی که ما را از یوتیوب چینل بهسود مدیا تماشا میکنه و بار دیگر باز هم خوشحال هستم که با شما هم کلام هستم و همچنان شما را به گزارش بعدی گزارش امروزی کار ما خوش آمدید میگیم در ساحر. قسمی که شما در جریان هستین دوستای عزیز و همچنان شما یکی از کابل آمدین، کار ما شدت به شدت جریان داره، هیچ کدام کم کاستی بر فعلا در کار ما نداره، در حالی که قرضدار خواه هستیم، اما کار ما کوشش میکنیم که استاد نکنیم، تا حد توانم میخواییم که کار استاد نشوه، ماشینای ما استاد نشوه. مشکلات تل داشتیم که تل الحمدلله دیبگا آمد، دیروز شو تل آمد که گزارش تل در قدم اول برای شما بتویم که این بار که تل آمدن مجموع تل که این بار گرفتیم 14 بلر، یعنی که 13 بلرش آوردیم در موتر، یک بلرش در اون موتر که بردیم که انتقال میتا تل را، یک بلر در او انداختیم و 13 بلر اینجا انتقال دادیم که در کل 14 بلر و مجموعشان مقدار پولش میشد 1,98,500 افغانی که از دین روز ما تل آوردیم و همچنان اینایی که تل آورده بودن از تانگی تل 12,000 افغانی از دوره قبل قرضدار بودن که در کل شوه 2,10,500 افغانی اینا دین روز در تانگی تل پرداخت کرده یا باقی مانده؟ باقی است، 12,000 از قبلی باقی است، این بارم که باقی است، یعنی کلگش باقی، یعنی 2,10,500 افغانی کاملا دوستای عزیز از تانگی تل اینا قرضدار هستن. و همچنان در قسمت کرایه ماشینری برای شما یادآور شوم که لنگر، گریدر و ترگ ما و تروبوک است، اینا 4 روز پیش کرایش پوره شده، 4 روز پیش کلان کرایش پوره شده، یک ماه کرایه اینا پوره شده که تا نوزا یک روپم پرداخت نکردیم. و همچنان اسکاواتور میمونه، اسکاواتور 2 دانه کوماز ترک ما که امروز کرایش پوره میشه، تاریخ 31 است امروز، نه امروز 31 است، امروز کرایش پوره میشه که دوستای عزیز شما دیگه ای خلاصه واقعیت برای شما بگویم که برای فعلا یک روپم اینا حساب کرایه اینا پرداخت نشده. نه اگر که کدام کوشش و تلاش به این قسمت نشوه خواد که ما در مشکل برای بخوریم، شاید ماشینای ما استاد شوه، چرا به خاطر که هر کسی که ماشین خود آورده اینجا کار مونه خود در بدل چطمان یک مقدار پول کار داره، گبی خورنیو که ما رزق و روزی خود را اینمزی تهیه میکنم. ما البته با اسکاواتور دین روز یادآور شدم، گفتم امروز شاید این دفعه شاید در روز یا 15 روز یا زیافتر یا کمتر تال بخوره کرای شما، گفت نه انجینر صاحب شما کوشش کنید که ما پیسه خود پیسه ما را پورا کنین، به خاطر که ما هم که اینمینج ماشین های خود آوردیم برای رزق روزی خود آوردیم که نه دیگه ما کدام کار و کدام درآمد دیگه از جای دیگه ندارم، به این دلیل اینا هم خیلی کوشش میکنه که تلاش میکنه که این پولشان را بیتیم، ما به می خاطر دیگه در مشکل برخوردیم. پناه به خدا انشاءالله باز هم امیدوار هستیم دوستای ما تنها نمیگذاره، باز هم کمک های دوستا انشاءالله که در این قسمت خواهانم کمک های دوستان را. تشکر از گزارش شما. انجینیر صاحب از جریان کار شما چیز نگفتین که ارتفاع بند چقدر شده، ارتفاع آب چقدر، چقدر کار شده و چقدر کار باقی مانده؟ خواه در قسمت گزارش کاری برای شما و همچنان دوستای عزیز که ما را میبینه، ارتفاع آب که در ساحه به صورت آرام استاد است، چون تابستان است، در تابستان معمولا دیگه آب بالا نمیاد، تا فصل تابستان که آب بالا آمد از او بعد بالا نمیاد، تقریبا 1.5 ماه 2 ماه دیگه به می حالت استاد میباشه. از بالا چیزی که مقدار آبی که در داخل بند میآید و در پایین در زراعت استفاده میشه، یعنی که آب به حالت معیاری استاد هستن. ارتفاع آب تقریبا 3 متر و 40 سانتی، 3 متر و 50 سانتی میباشه، برای فعلا 3 متر و 40 3 متر و 50 سانتی از این قسمت. و همچنان ارتفاعی که ما همینجا نشسته هستیم از تهدابی بند 6 متر و 80 سانتی، از تهدابی بند 6 متر و 80 سانتی و ارتفاعی که اینجا استاد هستیم، اینجا ششته ایم ما و شما، ارتفاعی که اینجا ششته ایم 6 متر و 40 سانتی می باشه. دیگه کارا خوب پیش می رویم، روز به روز تقریبا در 2 روز 2.5 روز یک لیار 30 سانتی رو ما گل خاک می پرتیم، در 2.5 روز یک لیار تکمیل می کنیم 30 سانتی. بله، ما یک از می درایور هستم که دمزی بنده او کار میکنم اینم اینجا دیگه، کار ما تقریبا در آخر رسیده دیگه، چیزی نمونده، شاید اگه 15 روز دیگه اینجا باشیم نباشیم دیگه، اینم اینجا از ماه پیش ما
پورا شده یعنی چند وقت تیر شده یک هفته همی چیزا تیر شده دمو پیسه نرسیدم یک پیسه نیست دیگه ما منتظر پیسه هستیم یعنی ولی محترم که پیش شما هست ای از خود ما نیست از مالک هست درایور هستیم یعنی اینجا زنگ زده که سری ما شده اما پیسه را روان کن ولی پیسه نیست دمو اول خوب بود پیسه نخ نخ نرسید ما راضی بودیم کارم خوب بود یعنی ولی باز ما منتظر همی پیسه هستیم همچه خیر اینه که کمک میکرد از این پیش هم همی پیسه در کارگرات درست میرسید باز یک خواهش داریم که همی کارم کم مانده یک خواهش داریم که کمک کنه تا همی بندم زود کارش خلاص شوه و ما هم در پیسه برسیم غریب آدم هستیم اینو اینجا دنبالی اینمی یک از ما یک در 15,000 که ماش میرسه از درایوری منتظر اینمی هستیم که از مالک بگیریم و همی خواهش هست که ما را کمک کنیم دیگه دمی بنده او کمی کار ختم شوه و خیر ما هم با سلامت دمی بنده او هم خلاص شوه.